به نام خداوند بخشاینده و مهربان، وقوع دو انفجار قدرتمند در شهر کابل، ازدواج اجباری طالبان با دختر 17 ساله در ولایت غور، او را با زور و لت و کوب از خانه پدرش بردند. کشته شدن فرمانده گارد والی طالبان برای غور توسط جبهه مقاومت و طالبان بار دیگر شهروندان کشور را در کابل و قندهار در ملای عام شلاق زدند. سلام بر شما، وقتتان بخیر. امروز 28 مارچ 2024 میلادی است و برابر با 9 حمله سال 1403 هجری شمسی. نصیر محیدی هستم، توجهتان را جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان. لطفا اگر از طریق فیسبوک بنین دستین به اشتراک میمونین و اگر در یوتیوب به جمعون پیوستین خواهشن سابسکرایب کنین و حتما دکمه زنگوله را هم بزنید تا نوتیفیکیشن و یا اعلان برنامه های ما در آینده برای شما برسد. طالبان در دشت برچی سه دختر خانم و برادرشان را بازداشت کردند. منابع میگویند که هنوز مشخص نیست که آنان در کجا نگهداری می شود و با پیگیری های مجدد طالبان پاسخ خیرایند نکرده است. منابع از غرب کابل در گفتگو با سنترال افغانستان میگویند که جنگجویان طالبان سه دختر را همراه با برادرانشان در غرب کابل با خود بردند. منابع از دشت برچی میگویند که این چهار تن شام روز چهارشنبه 8 حمل از خانهشان در منطقه دشت برچی شهر کابل بازداشت شدند. این سه دختر آزاده، نادیه و الهه و برادرشان نیز یحیی رضایی نام دارد. به گفته منابع دو تن از این دختران به اسم نادیه و الهه زیر سین هستند. منابع مردمی میگویند که بستگان این چهار تن و شمار از همسایگانشان به حوزه های 13، 18 و حتی وزارت داخل طالبان نیز مراجعه کرده، ولی هنوز موفق نشده است که محل نگهداری آنان را پیدا کند. مشخص هم نیست که طالبان به چه دلیلی آنان را بازداشت کرده است. در گذشته بارها دختران در غرب کابل بازداشت شدند، ولی مقام های طالبان همواره هویت آنان را انکار کرده و حتی بازداشت دختران و زنان را انکار کرده و آن را دروغ می‌خواندند. منابع مردم شهر کابل میگن که امشب ساعت 9 به وقت محلی دو انفجار در خیرخانه کابل صورت گرفته است. البته این انفجارها در مربوطات حوزه 11 و 4 امنیتی رخ داده است. هنوز جزئیاتی در مورد این انفجارات در دسترس نیست. مقامات طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده و هیچ گروه و فرد مسئول آن را بر عهده نگرفته است. شماره باشندگان محل در گفتگو با خبرنگار سنترال افغانستان ما وقوع این انفجارات را تایید کردند. گروه طالبان در ولایت غور با زور میله تفنگ در روز روشن دختر 17 ساله یک خانواده را ربوده و به نکاح اجباری عضوشان به اسم شاولی درآورده است. ویدیوهای نشر شده و رسیده به سنترال افغانستان نشان می‌دهد که در این عمل جنایت بخش و دست درازی به ناموس مردم، مقام‌های محلی طالبان به شمول ولسوال، قمندان امنیه، معاون استخبارات و آمر استخبارات این گروه برای پاسبان نیز شرکت دارند. این رویداد روز شنبه هفته جاری در قریه نورک از مربوطات ولسوالی پسابند ولایت غور رخ داده است. البته ما ویدیو را در یوتیوب نشر میکنیم، ولی در فیسبوک به دلیل قوانین سختگیرانه شبکه اجتماعی نمیتوانیم منتشر بکنیم. منابع میگن که خیرالله خیرخواه ولسوال پسابند و همچنان عبدالحمید خالد فرمانده پلیس و توحیدی عامل استخبارات طالبان برای ولسوالی پسابند همهشان در این کار دست داشتند. ویدیوهایی که ما هم منتشر کردیم در اینجا دیده میشه که اعضای طالبان وقتی که میاد 10 نفر مسلح هستند و در جریان بازداشت و بردن این دختر خانم، خانوادهش هم به شدت لات و کوب میکنه و در ویدیو هم دیده میشه متاسفانه و سر و صداهای این اعضای خانواده درد را دوانه میکنه. مقامات طالبان تا به حال در این زمینه اظهار نظر نکرده، ولی طالبان بارها در طول 3 سال گذشته این گونه دختران را به زور به نکاحشان درآورده و بارها لواط کرده و بارها زنا کرده و بارها تجاوز کرده، ولی هیچ کدام از این پرونده ها بررسی نشده است. زورگوی برادر ولسوال طالبان برای ولسوال دره‌صوف بالا بر مردم ملکی، یک پدر و پسر توسط محمد نعیم برادر ولسوال به شدت لت و کوب و فرقشان پاره شده است. منابع دره‌صوف بالا در گفتگوی با سنترال افغانستان میگن که محمد نعیم برادر نسیم خیبر ولسوال طالبان برای ولسوال دره‌صوف بالا دیروز در میدان فوتسال با چوکیدار بازار سوخته و پسرش بر سر بازی دعوا کرده و آنان را به شدت لت و کوب کرده است. منابع مدعی هستند که سر چوکیدار و پسرش توسط برادر ولسوال پاره شده است. به ادعای منابع دیروز شام چوکیدار بازار سوخته با فرق خونالود نزد مقامهای طالبان در ولسوال رفته بود، ولی کسی به حرفهایش گوش نکرده است. در جریان مشاجره برادر ولسوال تفنگچه نیز بر سر این دو پدر و پسر کشیده و آنها را تهدید به مرگ کرده است.
منابع میگن ولسوال طالبان نیز به چوکیدار گفته است که خودت ملامت هستی چون درگیری کرده، بنابراین اگر زیاد سر و صدا کنی و امین اتهام تو را بازداشت میکنیم. برخی منابع همچنان مدعی است که برادر ولسوال سردسته دزدان در رسوف بالا هست و با وجودی که مسئولیتی در حکومت طالبان نیز ندارد اما مسلح گشت و گذار میکند. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده است که در پی حمله نیروهای این جبهه مولوی صدیق الله فرمانده محافظ والی طالبان برای غور همراه با یک نگهبانش در بغلان کشته شده است. البته این جبهه ویدیوی از اونها هم منتشر کرده، اول از فاصله دور میزنه میکشه، بعدا میره از نزدیک امکاناتشان را هم میگیره و ویدیو هم تهیه کرده است که شما میتونید باز در صفحه خودشان ببینین. در همین حال جان اچکزای وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان از حملات اخیر جبهه مقاومت ملی حمایت کرده است. آقای چکزه با بازنشر اعلامیه جبهه مقاومت در شبکه ایکس که از دو حمله به طالبان در کابل و غور خبر داده بود با گذاشتن ایموجی قلب نوشته است الله اکبر. جان چکزه یک از منتقدان سرسخت طالبان است. او چه زمانی که در حکومت کار میکرد و چه حالا همواره طالبان را تروریست خطاب کرده و خواهان سرکوب و حتی نابودی این گروه شده است. این در حالی است که در دوران حکومت پیشین ایالت بلوچستان میزبان فرماندهان طالبان بود. طالبان و پاکستان در دو دهه گذشته رابطه تنگ و تنگ هم داشته است. حکومت پیشین افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم میکرد. اکنون اما برعکس شده است. پاکستان که سالها از طالبان حمایت میکردند، این گروه را متهم به پناه دادن به TTP میکند. به تازگی وزیر دفاع پاکستان نیز گفته است که ریشه ناامنی در پاکستان در افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی طالبان اما اظهارات خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان را بی اساس و فرار از مسئولیت دانسته است. طالبان 7 تن را در کابل و قندهار در ملای عام شلاق زده است. دادگاه عالی طالبان امروز پنجشنبه 9 حمل اعلام کرد که 2 نفر را به اتهام زنا دیروز از سوی دیوان محکمه ابتدایی شهر کابل شلاق زدند و همچنان در قندهار نیست. 5 نفر را به اتهام لوا در ولسوالی ارغنداب این ولایت در ملای عام شلاق زدند. جزئیات بیشتر در مورد این رویدادها طالبان ما ارائه نکرده است. یه خبر خوب هم باید بگیم، خبرهای بد که همیشه وقت بعد هستم و گاهی وقتا خبرهای خوب هم شنیدنی هست. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک دیدار جذاب در ردبندی رقابت‌های بین‌المللی 4 جانبه مالزی را با نتیجه 3-2 شکست داد و به جایگاه سوم این رقابت‌ها ایستاد. این دیدار البته روز پنجشنبه 9 حمل در شهر بانکوک تایلند برگزار شد و افغانستان مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد. افغانستان 2 بازی هم قبلا داشتند که در برابر تایلند شکست خورد اما در یک بازی جذاب و دراماتیک استرالیا را شکست داد. امروز اما قرار است که تایلند و استرالیا در فینال برابر هم بازی کنند. و خبر اخیرین که انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید که ادعای طالبان مبنی بر مبارزه آنان با داعش و قطع رابطهشان با شبکه القاعده بی اساس و پوچ است. این انستیتوت روز پنجشنبه 9 حمل در گزارش گفته است که حملات اخیر در قندهار و حومه مسکو قدرت و توانای داعش را و نمایش گذاشت و ادعای نابودسازی شاخه خراسان از سوی طالبان ادعای کاملا پوچ و بی‌اساس است. در همین حال یک تحلیلگر انستیتوت صلح آمریکا نیز با اشاره به حمله داعش به مسکو گفته است که حرف طالبان مبنی بر مبارزه با داعش بی‌اساس است. استواجب همراهتان با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر. بدرود.